و دروغ پشت دروغ و عوام فریبی. نگاه بکنید به این ویدیو. یه بچه شفا گرفت، نمیتونست راه بره، هم بینایی نداشته، گفتن این بچه به برکت حسین بینا شده. بعد وقتی نگاه کردم دیدم این بچه صورتش توی چشما رو به آسمون، گفتم عجب. اولین لحظاتی که چشمای این بچه به این دنیا باز شده، گنبد حسین رو دیده، گنبد حرم قمر منیر بنی هاشم عباس رو دیده، بین الحرمین رو دیده. تا 6 ماه دیگه ما اصلا نمیدونستیم بچه دید داره. بردیمش بیمارستان، هر دکتری بردیم، همدان تمام دکترا بردیم، گفتن اصلا هیچ چشش دید نداره. بلند شدم اومدم تو هیئت، دیدم بچه خوابیده، خودم نیاوردمش، گفتم بذار ببینم این هیئت اومده. خیلی دلم شکست به شب بعدش، دیدم این هیئت اومده، پاشدم اونجا برگشتم برم بچه رو ببینم، دیدم آقام بچه رو گرفته بغل. گفتید از اون لحظه ای که بچه‌ام شفا گرفته اسمشو عوض کردم. بله اسمشو چی گذاشتم؟ زهرا. زهرا. بله. یعنی ما از این به بعد زهرا صداش بله. کنیم. جانم این الان عزیز دردونه همه عزادارای امام حسین تو کربلا. آخه میدونید داستان چیه؟ این مرحمتی امام حسینه. این وقتی شفا گرفته امام حسینه، یعنی آقا یه نگاه ویژه بهتون کرده. من خیلی جنگ کردم که تا که به اینجا برسم بیام شفای دخترم، چون مطمئن بودم که میام شفاشو میگیرم. یعنی مطمئن بودم که شفاشو میگیرم. دیدم مردم جمع شده شلوغ پلوغه، یه دفعه دیدم اینو میکشن، این میکشش رو میکشش، دویدم ازشون گرفتم و دیگه همکارشون اومد کمک کردن. این تازه چهره ها رو داره مطابقت میده. این بچه هنوز صورت مادرش هم نمیشناسه، صورت مادر بزرگش هم نمیشناسه. بله از روی صدا شاید بشناسه، ولی نگاه کنید میاد تو صورت آدم ها اینجوری خیره خیره نگاه میکنه. مگه نه قربونت برم؟ میگه این بچه هر هفته تشنج میکرده، اما از اون موقعی که اومدیم اینجا دیگه تشنج هم نمیکنه، اصلا داروش هم نداده میشه. چجوری داره این دنیای قشنگ رو نگاه میکنه؟ عمو جون همه دنیا به این قشنگی نیست قربونت برم، اینجا کربلاست که اینقدر قشنگه. مادر جان به واسطه یه نگاه حسین بچت شده عزیز کرده یه همه عزادارا. یه روزی تو کربلا یه دختر 3 ساله فرزند همین حسین به نام رقیه، همه میدونستن این بچه حسینه، همه میدونستن این عزیز کرده حسینه. دین احساسی، دین و شریعت احساسی روی حقیقت پرده ای زخیم کشیده که به این راحتی ها هم نمیشه کنارش زد. هر دو تا کلمه صحبت میکنیم میگن آقا شما دارید با احساسات عواطف مردم ور میرید. عشق آقا، عشق حسینی، من مگه میگم عشق حسینی نداشته باشید؟ آخه چرا امام حسین رو اینقدر خلاصش میگم میکنید توی 6 ماه؟ چرا حبسش میکنید توی 6 ماه زندگیش؟ به خود خدا گزارشی که از اون 6 ماه میدن گزارش صحیح نیست، والله العظیم گزارش صحیح نیست. امام حسین زبانش مو در آورد به این جامعه ای که در برابرش ایستاد، از همون دمی که از مدینه حرکت کرد مگر نمیگن خوند و خرج منها خائفا یترقب، یعنی از دست حکومت فرار کرد، نه اینکه قیام کرد برای اینکه علیه یزید بجنگه. حفظ امنیت خود و خاندانش رو می‌خواست بکنه. وقتی که داشت حرکت می‌کرد، وقتی که محمد ابن حنفیه میاد پیشش، همون وصیت نامه‌ای که انقدر بهش اصرار می‌کنن، تو وصیت نامه اینه: انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، ولكنی خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، اريد ان امر بالمعروف عنها عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي ابن ابي طالب. تا اینجاشو میگن، اون دنبالشو نمیگن. خب اون دنبالش جز همینه. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق و من رد علی هازا اصبر حتی یحکم الله بینی و بین القوم بالحق و هو خیر الحاکمین. من کارم امر به معروف و نهی از منکره، به مردم میگم، مردم پذیرفتن، خب پذیرفتن، نپذیرفتن صبر میکنم، من که شمشیر میکشم. منم که دارم خارج میشم میگه خب تو چرا داری از مدینه میری؟ اینجا مسقط رأس توست، اینجا قبر پدر توست، اینجا وطن توست. میگه خب من که به اراده خودم خارج نمیشم، این قوم قصد جان من رو کردن. و اینی اقصد مکه، من دارم میرم مکه. فا امکانت بی امنون اقمت بها دائما. بابا وقت امام حسین چجوری حرف بزنه که ما شما بفهم؟ اگر امنیت داشتم در مکه همیشه میمونم.
توی مکه خبر میدن میخوان ترورت کنن، حریم خدا رو میخوان بشکنن. میگه جهان من ارزش این رو نداره که حریم خدا شکسته بشه، من از مکه خارج میشم. خب تو این فاصله نامه نوشتن از کوفیان که آقا اگه تو بیا اینجا ما امنیت رو تو حفظ میکنیم. زن نم شاید تونستیم حاکم قرارت بدیم. امام حسن برای حکومت نمیرفت، برای این میرفت که اگر بشه اونجا امنیتش باشه بتونه امر به معروف و نهی از منکر کنه. بعد وقتی که میخواد خارج بشه ابن عباس میاد میگه چرا داری از اینجا میری؟ میگه بابا اینا دارن این کارا رو میکنن با من، میخوان به خاطر من خون منو اینجا بریزن، حریم امن خدا که خدا گفته اینجا محل امن اونجا رو میخوان بشکنه. من دارم خارج میشم، از اینجا میرم بیرون. میگه خب کجا میری؟ میگه میرم تو این رمرها، تو این دره‌ها، لهبت به شعوب و رماد حتی انظر ما یکون، تا ببینم چه اتفاقی میفته. در مسافه با سپاه هر دو بار سخنرانی میکنه، وقت نماز ظهر، وقت نماز عصر. میگه بابا اگر نمیخواد برم کنید من برم یه جای امنی تو این عالم، تو این زمین و خدا پیدا کنم، از این مملکت خارج میشم، میرم یه جایی که امنیت داشته باشم، اما دست از امر معروف و نهی از منکر من بر نمیدارم. همه خیال میکنن که امر معروف و نهی از منکر یعنی شمشیر کشیدن، یعنی جنگیدن، یعنی خون ریختن. امام مجتبی به خاطر خون ریخته نشدن بین مسلمان ها، همون حکومتی که اینقدر شیعه میگه این جزء ذاتیات امامته، او رو واگذار میکنه به کثیف‌ترین فرد خلقت در اون زمان، یعنی معاویه بن ابی سفیان، برای حفظ دماء مسلمین. فکر میکنید امام حسین غیر از اونه، غیر از اون سناریو رو میخواد عمل بکنه؟ آقا ما چی داریم میگیم راجع به اینا؟ روز عاشورا به خدا من نمیدونم جواب امروز با این تفکر رایجی که ما داریم میدیم که او از اولی که از مدینه خارج شد قصدش رفت به جنگ یزید. خب اگر اینه، بابا جواب امام حسین رو شما بیاید به جای اون سپاه یزید بدید. وقتی که جلوی سپاه یزید وایساد روز عاشورا، اولین سخنرانی بلندش اینه، اونجا که گفت مگه شما نامه ننوشتید؟ مگه شما دعوت نکردید؟ بعد اون آخرش گفت فین کنتم لمقدمی کارهین، اگر شما از آمدن من ناراحتید فدعونی انصرف عنکم الی مأمنی من الارض. بابا راهم کنید برم یه جایی تو این زمین و خدا، یک جای امنی که بتونم پیدا کنم. خب اینا رو اگر نگفته بود، یک نفر میتونه انکار کنه که اینا رو نگفته؟ خب اگر گفته، اینا چطوری میشه با اون سناریویی که شما براش چیدید هماهنگش کرد؟ خیال میکنن که اگر حسین ابن علی مثلا میرفت توی جای امنی وظیفه شرعی خودش رو ترک میکرد. امام مجتبی در اون زمانی که حکومت رو واگذار کرد مگه وظیفه اسلامیش رو انجام نداد؟ شما معتقدید که از وظیفه تخطی کرد؟ من چون راضی نیستن اسم نمیبرم، ولی چقدر عالم دیده باشم که وقتی باهاش بحث کردم، از علمایی که مشهورند، از علمایی که شماها اونها رو میشناسید، باهاشون وقتی نشستم بحث کردم، دیدم که بسیاری از این حرفایی که ما میزنیم جرأت ابرازشو داریم، اونها میگن ما جلوتر از شماها بهش رسیدیم، اما مصلحت نیست که گفته بشه. بذارید حالا که پای مصلحت به میان آمد عرض بکنم. چشم، دیشب هم بعضی دوستان بعد از صحبت حسینیه اومدن به من گفتن، امروز هم یکی از عزیزان گفت که خب شما وقتی این مسائل رو طرح میکنید، فکر نمیکنید که اینا مشکل حوزه های علمی است، میاد اینجا توی جامعه مطرح میکنید و ذهن همه رو مشوش میکنید و مضطرب میکنید، عملا چیزی هم در قبالش ندارید که به اونها بدید. حدود 10 سال قبل، بلکه جلوتر، حدود شاید 17 سال قبل، من روز عاشورا یه جایی یه سخنی گفتم، بخشی از همین مسائل رو هم اونجا گفتم. یه آقای خیرخواهی بعد از جلسه آمد به من گفت فکر نمی کنید که خب این مسائل رو که شما میگید عین همین؟ گفتم عزیز من، برادر من، مطالبی که من میگم از نظر شما که خیرخواه هستی راسته یا یعنی صحیحه یا ناصحیحه؟ گفت نه صحیحه. گفتم خب حرف صحیح رو باید گفت یا نباید گفت؟ گفت حرف راستی رو نباید گفت. گفتم بله، اینم قبول دارم، ولی اونی که میگن هر راستی رو نباید گفت، یک زمانی هم براش میذارن، میگن یه زمانی باید گفت. شما میتونید من یک جدول زمانی بدید من کی بگم؟ من کی هیچ وقت نباید گفت. فکر نمیکنید تو این 1000 سال همیشه با همین خیرخواهی ها ما یک همچین شرری گرفتار شدیم؟
اگر اون زمان مثلا 10 سال به خودشون مهلت میدادن بعد میگفتن. خب الان از 1000 سال 990 سال گذشته بود که حقیقت آشکار شده بود، اما 990 سال هم اضافه شده همجور گفتن نگید. الان هم که ما نگید، کی باید دیگه. بعدم آرامش مبتنی بر باطل ماندگاره و اگر ماندگاره مطلوبه. من مطمئنم که سخنی که میگم استراب ایجاد میکنه تو دل خیلی ها، ادهی رو گمراه میکنه، مطمئنم ادهی رو گمراه میکنه، ولی مطمئنم دلهایی رو هم به تکان وامی داره و عقلهایی رو هم وادار به تحقیق میکنه. قرآن کریم میگه ما وقتی که مثالی رو در قرآن میزنیم، یزد بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا، ادهی گمراه میشن، کثیری بسیاری گمراه میشن، اما بسیاری هم هدایت میشن. اگر هدایت در کنار گمراهی بعضی ها باشه، لا عیب فیه، چاره ای نداریم. این دنیای طرح اندیشه همینه. هر وقت شما بگید این وضعیت رو داره، اینجور نیست که شما فکر کنید یک زمانی میرسیم که این مشکل برطرف میشه بعد میتونید بگید. شما تا نگید مشکل برطرف نمیشه. هر وقت بگید این مشکل هست. اگر کسی مدعی است که زمانی میرسه که مشکل نخواهد بود، بیاد این رو برای من اثبات کنه، ما رو قانع کنه، ما تابع استدلالیم. مطمئنم به شهادت تاریخ گذشته، مطمئنم که اگر امروز نگفتیم، باید یک زمانی بدتر از امروز بگیم، زمانی که صدمش بیشتره. چون هرچی این ضرر رو شما ادامه بدید، وقتی که میخواید جلوش رو بگیرید امکانش کمتر میشه و ضرر بیشتری باید بدید. کاش اون روز اول لااقل در ساحت اندیشه اینقدر تقیه نمیشد که مرحوم آقای مطهری میگه وقتی که استاد ما آقای بروجردی داشت روایتی رو میخوند که متضمن تقیه امام صادق از اصحاب خودش یعنی از شیعیان بود، آهی کشید و گفت حقیقتا تقیه از خودی به مراتب بیشتر از تقیه از بیگانه است. و این خیلی درده که خودی ها دوستان نتونند آدم رو تحمل کنند. به هر حال شجاعت لازم برای اظهار نظر با کمال تأسف وجود نداره و چون هزینه ها خیلی بالاست. شما یه سخن بگید تکفیر میشه، یه سخن بگید تمام موقعیت اجتماعیتون از بین میره، حتی ممکنه پدر و مادرتون شما رو ترد کنن، دوستانتون شما رو تنها بگذارن. دیگه آدم باید یا همه اینها رو ناگزیر کنار بذاره به خاطر اون حقیقت و بگه انشالله خود اون حقیقت وضعیت رو به گونه ای رقم خواهد زد که اینها رو مجددن به من برخواهد گردون، یا هم که باید دور حقیقت بخواهد بکشه.